سلام، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، کانال ارزاد نرسینگ هوم. توی این کانال ما آموزش های کاربردی زیادی قرار میدیم و مهارت هایی که خیلی به درد بخورن توی زندگی. و آموزشی که توی این ویدیو میخوایم بدیم آموزش تزریق عضلانی هست، آموزشی که شاید خیلی دوست داشته باشن ببینن ما چجوری تزریق رو انجام بدیم که اون شخص درد کمتری رو احساس کنه. درد یه مقدار ممکنه طرف داشته باشه، چون بالاخره یه سوزن هست وارد بدن میشه و شما دارو تزریق میکنی، و اینکه بگیم اصلا درد ایجاد نمیشه که دروغه، ولی درد یه مقدار کم ایجاد میشه. اما ما چیکار کنیم که تزریقی که انجام میدیم درد خیلی کمتر احساس بشه و در واقع اون شخصی که ما داریم براش تزریق انجام میدیم زیاد درد زیادی رو تحمل نکنه؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم، اینکه ما چجوری تزریق انجام میدیم که طرف درد کمتری احساس کنه، باید به این نکته توجه کنیم که درد موقع تزریق در اثر چه عواملی ایجاد میشه. در اثر دو تا عامل ایجاد میشه. عامل اول ورود در واقع دردی که حین ورود سوزن به عضله ایجاد میشه، و درد دومی که ممکن شخص تجربه کنه در اثر ورود دارو به عضله هست. پس شخصی که ما داریم تزریق براش انجام میدیم در دو تا حالت ممکن درد رو احساس کنه: درد اول حین ورود سوزن به عضله، و درد دوم در اثر ورود دارو به عضله هست. و یه مورد سومی هم ما داریم که به شخصیت افراد برمیگرده، یعنی حتی اگه تزریق شما همه اصول رعایت کنی و تزریق هم توسط حرفه‌ای ترین افراد انجام بشه، بعضی از آدما ممکنه واکنش رو نشون بدن، یعنی بیقراری، داد و بیداد، و اونا برمیگرده به شخصیت اون آدم. یعنی بعضی آدما کلا فوبیا دارن نسبت به تزریق، یعنی شما هر کاری هم بکنی توسط حرفه‌ای ترین افراد هم تزریق انجام بشه، بازم اون شخص یه سری واکنش های عجیب غریبی از خودش نشون میده، انگار مثلا دارن پاشو قطع میکنن، یعنی تا این حد میترسه. و ما با اون افراد، با اون تیپ شخصیتی، با اون افراد ما کاری نداریم، یعنی اون افراد کلا فوبیای تزریق دارن، و شما حتی اگه به حرفه‌ای هم تزریق رو انجام بدی اون شخص اون واکنش های عجیب غریبی رو نشون میده، حالا داد و بیداد میکنه، پس اون افراد ما کاری نداریم. ولی افرادی که حالا فوبیای تزریق ندارن یا خیلی حالا بیش از حد واکنش های عجیب غریبی نشون نمیدن، اگه بخوایم برای اینا تزریق انجام بدیم و درد زیادی تحمل نکنن، ما باید یه سری نکات رو رعایت کنیم که الان ما اونا رو میگم که درد رو کمتر احساس کنه. حالا اگه بخوایم مورد اول که ورود سوزن به عضله است رو برطرف کنیم، با چه کاری انجام بدیم؟ اگه بخوایم دردی طرف حس نکنه موقع ورود سوزن به عضله، ما عضله انتخاب کنیم که ضعیف نباشه، یعنی مثلا توی تزریق های عضلانی ما همیشه باسن رو انتخاب میکنیم برای تزریق، چون عضلات بیشتری داره، حجم عضلات خیلی مهمه، هر چقدر حجم عضلات اون شخص بیشتر باشه درد کمتری هم احساس میکنه. یعنی باسن در واقع بهترین گزینه برای تزریق عضلانی هست، چون زاویه 90 درجه هست و حجم عضلان هم بیشتره، برای همین بهترین گزینه باسن هست. یعنی شما اگه به جای باسن بیای بازو تزریق کنی، دردی که اون شخص تحمل میکنه بیشتر از باسن هست. نکته که مهمه که اگه حجم عضله اون شخص توی باسن بیشتر باشه که اوکیه و شما تزریق رو انجام میدی، اما اگه حجمش کمتر باشه شما باید اون عضله رو توی دستتون اینجوری بگیرین و یه حالت برآمدگی ایجاد کنین که وقتی تزریق رو انجام میدین بتونه به اون عضله برسه. مثلا افراد مسن، افراد سالمندی که عضلاتشون تحلیل رفته، شما باید با دست عضله رو جمع کنین توی دستتون و بعد تزریق انجام. اما افراد جوونی که حجم عضلاتشون توی باسن زیاده، برای اونا اوکی دیگه نیازی نیست که با دست عضله رو جمع کنی. اما راهکار خیلی مهمی که برای اینکه ما بخوایم درد ناشی از ورود سوزن به عضله رو کم کنیم چیه؟ در واقع تزریق سریع هست، یا ما بهش میگیم اصطلاح تزریق دارتی. دارتی به این منظور نیست که جوری سوزن رو پرتاب کنی، منظور اینه که سوزن رو وقتی میخوای 90 درجه بزنی، خب به صورت دارتی میری داخل، یعنی به صورت خیلی سریع، مثلا خیلی سریع میری داخل عضله، و در واقع این روش باعث میشه که طرف دردی احساس نکنه موقع ورود سوزن به عضله. موقع ورود سوزن به عضله طرف دردی احساس نکنه. مثلا حالا بذار یه مثال براتون بزنم. ما وقتی مثلا آنجیکت میگیریم از آقایون، و آقایون معمولا روی دستشون موهای زیادی دارن، وقتی آنجیکت میگیریم و چسب رو روی مو میزنیم و مثلا اون شخص میخواد مرخص بشه، بخوایم اون آنجیکت رو در بیاریم، اون چسب رو بکنیم، وقتی شما میخواین چسب رو از روی دست اون شخص بکنین و مثلا اون شخص هم دو دستش مو زیاد داره، اگه اون چسب رو آروم آروم بکنی، آروم آروم بکنی، مثلا آبم نزنی، الکل هم نزنی، بخوای اون چسب رو آروم آروم بکنی، اون طرف رو در واقع زجر کش میکنی، یعنی طرف داد میزنه، موهاش کنده میشه دیگه، وقتی شما دارین چسب رو میکنی موهاش هم کنده میشه.
طرف رو در واقع زجر کش میکنی، اما وقتی اون چسب رو یه ذره گوشه هاش رو باز میکنی، سریع اون آنژوکت رو در میاری از رو دستش، در واقع طرف هیچ دردی احساس نمیکنه. با موهاش هم ممکنه کنده بشه، ولی تو اون ثانیه دردی احساس نمیکنه، چون خیلی سریع تو شما این کار انجام میدی. بس برای اینکه ما تو تزریق عضلانی بخوایم طرف دردی احساس نکنه، مورد اول چی بود؟ مورد اول درد ناشی از ورود سوزن به عضله بود، که شما این کارو چیکار میکنی؟ میاد به صورت دارتی، و دارتی یعنی 90 درجه، 90 درجه به صورت دارتی خیلی سریع میاد داخل عضله، به شرطی که عضله شخص خیلی ضعیف نباشه. یعنی شما اگه عضله شخص ضعیف باشه، باید توی دستتون عضله رو جمع کنی، که من توی قسمت عملی اینا رو بهتون آموزش میدم. یعنی اگه عضله تحلیل رفته باشه، ضعیف باشه، شما توی دستتون جمع میکنی عضله رو، بعد به صورت دارتی میری داخل. اما اگه مثلا فرد جوان باشه و عضله باسنش خوب باشه، میری به صورت دارتی و به صورت 90 درجه و دارتی سری میری داخل عضله، و این باعث میشه که طرف موقع ورود سوزن به عضله درد زیادی احساس نکنه. اما درد دومی که شخص ممکن تجربه کنه، درد ناشی از ورود دارو به عضله هست. حالا این درد ناشی از ورود دارو به عضله به چه عواملی بستگی داره؟ یکی به غلظت دارو بستگی داره، یکی به ماهیت دارو. اول غلظت رو بگیم، هر چقدر غلظت دارو بیشتر باشه، مثل داروهای پودری، مثل پنیسیلین، دردی که اون شخص احساس میکنه خیلی بیشتر هست. برای اینکه مشکل حل کنیم، باید چیکار کنیم که درد شخص درد کمتر احساس کنه؟ شما باید دارو رو خیلی آهسته تزریق کنید. هر چقدر دارو رقیق‌تر باشه، مثل آمپولا، دردی که شخص احساس میکنه کمتره. پس اینو یاد بگیریم که هر چقدر غلظت دارو بیشتر باشه، مثل داروهای پودری، دردی که شخص احساس میکنه بیشتره. برای اینکه مشکل رو حل کنیم، باید خیلی آهسته تزریق انجام بشه، مخصوصا داروهای پودری. یعنی شما باید دارو رو خیلی آهسته تزریق کنید، دارو رو سریع تزریق کنید، دردی که اون شخص تحمل میکنه خیلی بیشتر خواهد بود. اما بریم قسمت دوم، یعنی ماهیت دارو. بعضی از داروها کلا ماهیتشون اینه که به خاطر حالا اون ماهیتی که دارن، وقتی شما تزریق انجام میدید سوزش ایجاد میکنه. یعنی اون به خاطر ماهیت داروه، شما اولا کاری از دستتون بر نمیاد. حتی اون دارو رو آهسته تزریق کنی یا سریع تزریق کنی، چون ماهیت اون دارو به نوعی که سوزش ایجاد میکنه، درد رو در اثر اون سوزش ایجاد میکنه، طرف احساس درد میکنه. خب شما اولا دیگه نمیتونین کاری خاصی از دست شما بر نمیاد. حالا شما میتونی دارو رو آهسته تزریق بکنی، ولی چون ماهیت دارو به این صورتی که باعث سوزش و بعد باعث درد میشه، شما اولا کاری از دستتون بر نمیاد، و میگم فقط تنها کاری که میتونید بکنید اینه که بازم همون دارو رو آهسته تزریق کنید. بس اگه بخواید درد رو طرف احساس نکنه، آمپول رو به صورت 90 درجه و به صورت سریع برو داخل، و تزریق هم به صورت آهسته انجام بده که طرف دردی رو به اون صورت احساس نکنه. مثلا نوروبیون دارویه که ماهیتاً باعث سوزش میشه، ماهیتاً اینجوریه. یعنی شما اگه بخواید نوروبیون رو سوزشش رو کمتر کنی، یعنی طرف درد زیاد احساس نکنه، باید خیلی آهسته تزریق کنی. و پس اگه بخوایم درد رو طرف احساس نکنه و یه تزریق خیلی حرفه‌ای رو انجام بدیم، این دوتا نکته رو که گفتم مد نظر داشته باشید. یه نکته ای هم که باید بدونین اینه که بعضیا میان هر تزریق مثلا پنیسیلین که غلظت زیادی داره، میان لیدوکاین هم قاطیش میکنن که مثلا این درد رو کمتر کنه. خب این درد رو کمتر کنه، چون پنیسیلین غلظت خیلی بیشتری داره، وقتی شما میخواین تزریق کنید باید خیلی آهسته تزریق کنید، و بعضی میان لیدوکاین هم بهش اضافه میکنن که این درد رو کمتر کنه، و این کار اشتباهیه. چرا اشتباهه؟ چون جذب دارو رو مختل میکنه، و وقتی جذب دارو مختل بشه، باعث میشه که اون اثردهی که باید دارو داشته باشه، اثردهیش کمتر بشه. بنابراین این کار اشتباهیه، سعی کنین این کار انجام ندین. اگه این کار انجام بدین هم اتفاق خاصی هم نمیفته، ولی در کل باعث میشه که جذب دارو مختل بشه، و ترجیحاً این کار رو انجام ندین.